من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الله كان غفورا رحيما. يا جند الله يا جند الله يا جند الله أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم. برادران و خواهران مسلمان و دین دوست و مخلص و مؤدب افغانستان و تمام جهان، در هر گوشه که از دنیا زندگی میکنید، لباس عافیت و ایمان و عقیده و توحید را بر تن داشته باشید. بر قلوب و فکرا و مغز و استخوان شما محبت الله متعال و رسول صلی الله علیه و سلم و کتاب و شریعت و تحکیم اسلامی باشد و بر جسمش همه ما و شما الله متعال اتباع سنت را عطا کند و ما و شما را از تمام صفات کفر و شرک و ارتداد و نفاق و بدعت و خرافات و فسق حفاظت نماید. همونطور که همه ما و شما میدانیم، یگانه صفتی که سبب ذلت مسلمین و سبب رهبریت و پیشکاری کفار و تواقیت جهان شد، او فقط غفلت مسلمین بود و او غفلت بیشتر غفلت خواص امت بود که با تخصص علمی به درجه حافظ بودن قرآن و عالم بودن و سخنران و مبلغ و ماستر و دکتر و شیخ الحدیث و شیخ التفسیر و استاد و مدیرهای مدارس و استادهای پوانتون و اساتید مکاتب و کورسای سواد آموزی در علوم عصری و علوم اسلامی و همه خواص امت و همه عامه امت غفلت بزرگ جهانی را با او اتفاق کردند و او را در زندگی خود به مثل فرض عین بر نعوذ بالله عملی کردند و او غفلت بزرگ و گناه خیلی خطرناک ترک جهاد و قتال و هجرت در راه الله جل شانه و نافذ کردن حدود شریعت بوده. یقینا همه مسلمان ها الله را باید دوست داشته باشند و رسول صلی الله علیه و سلم را دوست داشته باشند و پدر و مادر را باید دوست داشته باشند و خیش و زن و فرزند را باید دوست داشته باشند. اما دوستی های پدر و مادر و خانواده و فرزندان اگر بین دوستی الله و رسول و شریعت و نافذ شدن حدود الله متعال و بهشت و جنت و شهادت بین ما و ای اعمال فاصله ایجاد میکند و ما را جدا میسازد، پس یقینا ما در عمل غیر الله را از الله بیشتر دوست داشتیم و اسباب و مادیات و صفتها و ضرورتهای دنیا را ما یقینا از نعمات و زیبایی های بهشت بیشتر ترجیح دادیم. پس یقینا اگر ما از خوف کفار و تواقید و شهادت و قربانی و جان دادن و خون دادن و زندان و اسارت و مسافرت و دوری از زن و فرزند این سختی را تحمل نمی کنیم، پس یقین این سختی را ما بر سختی جهنم و دوزخ ترجیح دادیم.
پس برادران و خواهران مسلمانم، امروز هیچ حجت و دلیلی باقی نمونده برای امت اسلامی که در مورد خروج فی سبیل الله و برای تحکیم شریعت و نافذ شدن حدود الله متعال مطابق با قرآن و سنت و منهج سلف صالحین و نظام خلافت اسلامی مردم بیرون نشوند. هیچ دلیلی وجود نداره. قرآن کریم موجود است، احادیث موجود است، سیرت صحابه و دانشمندان اسلامی موجود است. نظامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم جیگر مبارک تک تک شد و شبها گریان میکرد و پاهای مبارک ورم میکرد و دندان مبارک به شهادت رسید و خنجر آهنی بر سر او خورد و بر شکم مبارک سنگها بسته شد و یقینا به شیب ابی طالب چندین وقت تحت معاصره کفار و مشرکین قرار داشتند. شخصیتی که قرآن بر او نازل شد و الله متعال بر او درود فرستاد و فرمود که من نام تو را بلند گردانیدیم ای پیامبر، من تو را رحمت برای عالمیان فرستادیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و ما ارسلناک الا کافتا للناس و رفعنا لك ذکرك ان الله ملائکتی یصلون علی النبی. تمام اوصاف زیبا و صاحب اخلاق بزرگ ما تو را قرار دادیم، اما او رسول الله صلی الله علیه و سلم قربانی ها و سختی ها و تکالیف خیلی زیاد دیدن. به ذات و صفات الله سوگند است، قسم می خورم که ما هم دیوانه و مجنون و اعصاب خراب نیستیم. هم محبت زن و فرزند و پدر و مادر و خانواده و اینا همه در قلب و فکر ما می باشه، اما محبت الله جل شانه و رسول صلی الله علیه و سلم و مسئولیت قرآنی و ایمانی که همانا برای ما باید ننگ و وجدان ما را به تعرق و حرکت بیندازد که حدود الله در سرزمین اسلامی بشکند و زیر پا شود و زیر پاهای تواقید و مشرکین و کفار لگدمال شود، ما چگونه ننگ و وجدان داشته باشیم که در خانه های خود آروم بشینیم؟ ما برای نشستن و برای سکوت کردن و برای اتفاق کردن به این که به پدر و بابا و اجداد ما توهین بشود هرگز قبول نمی کنیم. توهین به ناموس و پدر و مادر و خویشاوندان خود را قبول نمی کنیم، اما توهین به رب ما، توهین به پیامبر ما، توهین به قرآن ما، توهین به شریعت ما، توهین به عقیده صحابه رضی الله عنهم اجمعین و سلف صالحین و دانشمندان امت و توهین به ناموس مسلمین که زیر پاهای تواقید و کفار در کشورهای مختلف در سوریه و عراق و لیبیا و چچن و فلسطین و در تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و یوغور و ترکیه و در پاکستان و در ایران و در تمام کشورهای طاغوتی زنهای موحد و مسلمان و خواهران مسلمان و اطفال مسلمان زیر شلاقها و زولانهای ظلم و استبداد تواقید و کفار و غلامان روس و آمریکا و سازمان بین الملل که ائمه کفر است و سران طاغوت هست به سر میبرند، به ذات الله قسم هست که محبت عملی و یقینی به الله و رسول صلی الله علیه و سلم انسان را اجازه نمیده که انسان در خانه خود با تهجد و با اوابین و اشراق و با نماز جماعت انسان در اونجا اکتفا کنه و خود را مؤمن کامل فکر کنه. یقینا بعضی این خطاب ما برای همه عامه مسلمین هست. جهاد و قتال و هجرت و خروج در میدان خلافت و مبارزه با دشمنان الله و رسول و صحابه و شریعت و تحکیم اسلامی، این وظیفه یک گروه و کتله نیست که امروز مردم بعضی از مردم جاهل القاب میدن. مثل بعضی ها میگن شاید این وظیفه سلفی ها باشه یا حنفی ها باشه. هر کس لا اله الا الله محمد رسول الله میخونه، جهاد فتوای الله است و عمل کرد 10 ساله رسول الله صلی الله علیه و سلم است. از خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه شروع تا 900 سال و 1000 سال خلافت های اسلامی در روی زمین جهاد و قتال و با کفار و مشرکین و مرتدین کردن. این فتوا از هیچ دانشمند و مجتهد نیست، این آیات قرآن کریم هست و نصوص مطلق هست و یکی از فرایض بزرگ هست که در مورد آن تنها 1000 آیت در قرآن کریم نازل شده و عمل نکردن به این 1000 آیت یقینا گناه بزرگ است و سبب هست که انسان به جهنم بره و الله متعال از انسان ناراض بشه.